خواب کرده بودی در جان امکان گفت که ای توانستی گل معنا شکفت. از ادب و احترام دارم خدمت شما امیانان عزیز و ارجمندم. گالوپ، محصه نظر سنجی گالوپ که در 36 کشور دنیا فعاله، دو نظر سنجی این ایام انجام داده، یکی در برزیل بر سر جام جهانی، یکی هم در نیجریه بعد از این ماجراهایی که با کهرام آفرید و اسارت و دزدیدن دختر بچه های و که شمار زیادی از اونا هم هنوز در اسارت هستن. از مردم نیجریه پرسیده که آیا این بوکو حرام رو یک تهدید جدی قلمداد میکنید؟ اکثریت پاسخ مثبت دادن. آیا به نیروی پلیس و نیروی دولت در جهت دفع این فتنه اعتماد دارید؟ اکثریت پاسخ دادن خیر، جواب منفی است. و اما در برزیل جالب پرسیدن که آیا به نظر شما برگزاری مسابقات جام جهانی در برزیل تأثیر مثبت داره در اوضاع اقتصادی اون کشور یا تأثیر منفی داره؟ جالبه که اکثریت گفتن تأثیر منفی داره. این یک. اما یک خبر خوب، الان که دارم با شما صحبت میکنم، خالق این اثر چه خبرش حالا به شما خواهم گفت، این کنار دست منه، تا لحظات دیگر با ایشون خواهیم بود. حضرت کس کنم یک اثر، یک بنای حیرت انگیز، ترکیبی از هنر و معماری و غزل و شعر و اعتقاد و هرچه از همه مهمتر همبستگی انسانی، موفق شد خودش رو به عنوان نامزد یک شاهکار که قراره در فهرست میراث جهانی ثبت بشه در واقع معرفی کن. و این به خاطر خواست کسانی است که این اثر رو برگزیدن به عنوان یک اثر برتر. و جالب شما بگم که اغلب آثاری که در فهرست میراث جهانی ثبت میشه اغلب باید 300 400 500 سال از عمرش گذشته باشه. آدم زنده ای نداریم که اثری خلق کرده باشه امروز کار جز میراث جهانی باشه، نداریم. یک هنرمند برجسته ایرانی است به نام آقای مهندس فریبرز صحبا، دو اثرش در فهرست میراث جهانی است. اجازه بدید که با هم نگاه کنیم به شاهکاری ساخته یک ایرانی در کجا؟ در کشور هند، بنای یا نیایشگاهی به نام لوتوس. نگاه کنید آدم عز میکنه، لذت میبره از دیدن این اثر حیرت انگیز. امیر عزیز خواهش میکنم چندین تصویر نشون بده تا از زوایای مختلف هموطنان ما این شاهکار ایرانی رو ببینن که میلیون ها تن در سال ازش دیدن میکنن. جالب شما بگم که از تاج محل سبقت گرفته از در تعداد بینندگان. ایرانیانی که برای گردشگری به کشور هند میرن یکی از مناطقی خیلی مورد نظرشونه و حتما سری به اونجا میزنن بنای لوتوس همینانم یا نیلوفر آبی. مانم اثری داره به نام واتل لیلیان در فرانسه که دو هنرمند بزرگ، یکیش فرانسوی یکیشم ایرانی، هر دو هم کارشون ماندگاست. بزنید خواهش کنم بیرید روی گوگل سرچ کنید و بپرسید از گوگل که the most visited building in the world، کدام ساختمان بیشترین بیننده و بازدید کننده رو در سطح جهان داره. بزنید پاسخی که میاد همین بنای لوتوس. درود بر شما. قربان شما. چه خوش آمدید. شما رو جناب صحبای عزیز بعد از مدت ها خوش آمدید. از راه دور قرار گوشیم هم از راه دور هم آمدن، خیلی لطف کردم برای شرکت در این برنامه. خیلی ممنون. و چقدر خوشحالم که کار یک هنرمند بزرگ ایرانی قراره در فهرست میراث جهانی ثبت بشه. این میشه دومی کار شما دیگه نیست؟ بله دومی کار. نداریم معمار زنده، نداریم نداریم خالق زنده نداریم که کارش توی میراث جهانی ثبت شده باشه. بله نداریم. اینی که دو کار اگر انجام بشه اون دیگه ما یکی دو تا ساختمان های معاصر که مثل بله. مثلا اوپرای سیدنی بله. جزو میراث جهانی هست، اما
معماری زنده نیست. معماری زنده؟ نه خیر. خب سایه شما بلند. سالهای سال اسباب افتخار برای همه ماست. یه روز باید ایرانی ها جمع بشن یه کشتی ببرن این لوتوس رو بردار ببرن ایران. آیا امیدوارم که فرصتی دست بده یک چنین بنایی هم در ایران ساخته بشه که هر سال میلیون ها نفر میرن ازش دیدن میکنن، از مذاهب مختلف اقوام. اصلا شما که منظور شوید مذهب خاص که نبوده که، برای همگان دیگه. بله این حقیقتا بزرگترین نقش معبد بهایی در دنیا این هست که این بر طبق دست آیات موجود در کتب دیانت بهایی معبدی، این بیان حضرت بهاءالله است که می‌فرمان که معبدی در هر منطقه معبدی بسازید در نهایت زیبایی و کمال به اسم خداوند ادیان، نه به اسم یک، به اسم همه ادیان، برای همه ادیان. و حقیقتا سمبل اتحاد و الفت و دوستی است حقیقتا، چون که اگر بپرسیم که تفاوت بین این معبد با سایر معابد چی هست، این است که این معبد درهاش به روی جمیع بشریت از هر دیانتی، از هر رنگی، از هر نژادی باز است و همه آزادن که بیان و در اونجا به دعا و مناجات به درگاه خداوند بپردازن. تفاوتی که با سایر معابد داره اینی که در این معبد اجازه صحبت و سخنرانی و نطق و بیان نیست به هیچ کس، به هیچ کس، هیچ کس. و اصولا کشیش و یک مقام روحانی، مقام روحانی در این در دیانت بهایی اصولا وجود نداره، در این معبد هم اصلا نیست. فقط اجازه دارن که از کتب مقدسه اصل، یعنی مثلا از قرآن، از تورات، از انجیل، از کتب مقدسه زرتشتیان، از کتب مقدسه بودایی ها و هندوها و سایر ادیان بخونن، ولی به هیچ عنوان اجازه این که کسی صحبت بکنه راجب دیانتی نیست. خیلی زیاد. شما چی هستی؟ کجا به دنیا آمدی؟ من در شهر مشهد در خراسان در ایران به دنیا آمدم در سال 1948. وقتی این اثر رو ساختی چند سال سو؟ وقتی که در این مسابقه اعلان شد و مسابقه بین المللی بود، بله، و منم در اون موقع اصلا فکر نمی کردم که من مورد انتخاب بشم به هیچ عنوان، چون افراد بسیار مهندسین و مشاورین بسیار خاصی از سر تا سر دنیا شرکت می کردن. من در اون موقع 26 سال داشتم. در موقعی که انتخاب شدم، دو سال طول کشید این مراسم، در موقعی که مسابقه کجا برگزار شد؟ مسابقه بین المللی بود در کجا؟ در چه محلی؟ ببینید اعلان کردن به جمیع معماران دنیا کتبی جواب دادید که میتونید شما میتونید یا طرح بدید یا اون در واقع نحوه برخورد خودتون رو با این مسئله از نظر طرح مطرح کنید. و بعد این مسابقه در چند مرحله بود. اول یک عده رو انتخاب میکردن و با اونها مصاحبه میکردن بر طبق کارهایی که کردن، بر طبق سوابق کار و کارهایی که داشتن و اون چیزی که یا طرحی که دادن و یا اون روشی که از طرز فکر خودشون نوشتن از اون توده بودن. ولی و یا اینکه و بعد در این مرحله، اول مرحله مصاحبه بود، بعد از اون مرحله بود که شورت لیست میکردن برای طرح. و من در اون موقع من شورت لیست شدم برای طرح. رقیبی هم داشتی؟ رقیب قوی پنجه یا نه؟ ببینید 45 مؤسسه معماری و معمار در دنیا در این مسابقه شرکت کردن در اون زمان. و با در این مرحله بعد از در مرحله دوم که شورت لیست شدن، من از من خواسته شد که طرح رو ارائه بدم، چون من در درجه اول فقط توضیح دادم که من چطور راجع به این ایده فکر میکنم، این رو توضیح دادم، این ایده رو مطرح کردم و طرز و کارهایی رو که کرده بودم ارائه دادم، کارهایی که مختلفی که در اون زمان کرده بودم اونا رو ارائه دادم. بعد از من خواسته شد که من این طرح رو، فرصت دادن به من، گفتن حالا شما فرصت دارید این طرح رو بدید، اگر طرح شما قبول شد شما انتخاب میشید، اگر نه نفر بعد خواهد آمد، ولی اعلان نمیشه که کسی برنده شده، این طرح رو شما. بعد من که اون طرح رو دادم، 6 ماه بعد قبول شد، مرحله دادم و همون دفعه اول. خب از چه خانواده‌ای شما برخواستی؟ من در شهر مشهد به دنیا آمدم
و پدر چه کاره بودن؟ پدرم هنرمند ابریشم‌باف بودن. کارشون در این بود، از کودکی به این کار مشغول بودن. البته اون زمان‌ها اینها رو هنر نمی‌گفتن، هم مثل قالی‌بافی و نساجی و امثال اینها هنر امروز جزء هنرهای شناخته شده است. هنر قناویزبافی یکی از هنرهایی است که اتفاقا در ایران تقریبا از بین رفته. پدر من کارشون اون بود و فوق‌العاده به این، و من از همون کودکی چون که ایشون دائما با ابریشم و با رنگ کار میکردن خیلی عاشق رنگ بودم در این هستن. و داستان در این، و ما در زمان کودکی من در شهر گناباد در خراسان در کویر ایران در کویر لوت ما زندگی میکردیم، و چون در اون شهر بهایی بودیم و خیلی تحت فشار بود، و یعنی در عملا در داخل شهر به ما اجازه زندگی نمیدادن. ما در بیرون شهر یه مزرعه‌ای بود، مزرعه خشخاش، در اون زمان کشت خشخاش آزاد بود. ما در این مزرعه خشخاش با خانواده، با پدر و مادرم و خواهرم و یه برادرم در اونجا زندگی میکردیم. و در اونجا چون این خونه رو میگفتن خونه ایست که این هانتد هاوس، خونه ای است که نفرین شده است، برای که وقتی این صاحب خونه این خونه رو ساخته بود یه مرضی اومده بود و چند نفر مرده بودن، این خونه رو هیچ کس اجاره نمی‌کرد، اینو به ما اجاره دادن، در اونجا بودیم. و ما به خاطر اینکه اگر از خونه ما بچه‌ها بیرون می‌اومدیم مورد حمله و چیز قرار می‌گرفتیم، ما هیچ وقت، من و خواهرم در خانه در همیشه بودیم، برادرم مجبور بود به مدرسه می‌رفت که اونم در همون مسیر مدرسه بالاخره مورد حمله قرار گرفت و چقدر انداخت زخم چاقو بهش زدن و انداختنش توی چاه، چندین ماه طول کشید تا بالاخره زنده مون، ولی و داستانش گذشته است، من به اون داستان بر نمیگم. چیزی که بود این که در این زمان کودکی ما عملا در منزل در این خونه زندانی بودیم، بیرون نمی آمدیم. و مادر من که خودشون تحصیل در، مادر من از یه خانواده ایرانی در روسیه به دنیا آمده بودن اون زمان، و بعد در روسیه بزرگ شدن، تحصیلات کرده بودن، تحصیلات خیلی دانشگاهی داشتن. ایشون همیشه نگران بود که ما بچه ها از معماری، از هنر، از تمدن، از دور فرهنگ دوریم، هیچی نمیبینیم، ما فرهنگی نمیبینیم، در فقط در افق این منزل ما یک یخدان از این یخدان‌های گلی بود، ما اینو می‌دیدیم، این تنها معماری بود. و مادر من از همون کودکی دائم به من راجع به معماری و راجع به این می‌گفتن، و بعد با من از صحبت می‌کردن از اون که در وقتی که در اشخابات، شهر اشخابات در ترکمنستان شوروی، در اون زمان در ترکستان شوروی به متولد شده بودن و بزرگ شده بودن، در اونجا راجع به اون ساختمان‌های اونجا صحبت می‌کردن. و من وقتی می‌دیدم این شوق و ذوق ایشون رو در این مادرم می‌دیدم، توی چشمش این ذوق و شوق اینا، از همون کودکی توی ذهن خودم دلم می‌خواست که من معمار بشم، که از اون ساختمانایی که مادرم میگه بسازم و در این راستا این بود که بنابراین مادر نقش مهمی داشته. بسیار بله، این واقعا حقیقتا این اون فضای بسته هولنگیز ما، بله این بی حالتی اون حالت زندان رو چون نیست نه ابدا، ما برای که ابدا اینطور نیست، برای که واقعا ما حقیقت این بود که ما به من فکر میکنم که اساس فکری ما، من رو همیشه یاد این شعر فوق‌العاده زیبای سهراب سپهری که من خیلی بهش ارادت دارم و آشنا بودم با ایشون، دوستم بودم، و میگه که آفتابی در درگاه شماست که اگر در بکشایید به رفتار شما میتابد. من فکر میکنم واقعا این حقیقت زندگی است که ما همیشه دلمون خوش بود به این آفتابی که دم درگاه هست، و حقیقتا این نور به زندگی ما داده بود. و من هم از این موضوع واقعا، ما از این فشارها و اینها این چیز رو میگفتیم، و مادر من مرتبا، مادر و پدر به ما میگفتن که ما وظیفمون این است که این دنیا رو دنیای بهتری بکنیم، مردم همه مردم خوبی هستن، ذاتن قلبشون خوب است و پاک است، این قفلت‌های مادی و قفلت‌های امروز دنیاست که اینا رو گرفته، و این موقت است، این ظاهری است، این مردمی که این بهانه هاست. حقیقت همه ادیان در دنیا یکی است، خداوند یکی است، ما همه جوی بارها به یک درجا می‌رسیم، و واقعا باید ما دلمون رو باز کنیم. و روی این مسئله من به هیچ عنوان، ما
کدورتی در دل مانه. معماری رو کجا خوندی؟ معماری رو من در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا خوندم. بعد در 18 سالگی از شهر مشهد رفتم، برای اولین بار از شهر مشهد رفتم به تهران و در اونجا وارد دانشگاه شدم و درسمو در اونجا تمام کردم. در تمام این مدت آدم های معروف اون دوره در مدرسه معماری کیا بودن که بعدها معروف شدن؟ بله، البته من مثلا از همون دوره دانشجویی آقای مهندس امانت، که حسین امانت، که ساختمان شهیاد تهران رو ساختن، ایشون درست 6 سال از من بزرگتر بوده. اینی که ولی من از همون سال دوم دانشگاه من با ایشون با هم کار میکردیم و سالها با هم بودیم. مهندس سیهون رئیس دانشکده ما بود در اون زمان. زله. در اونجا بودن، که البته من در اون زمان چون که من همون یکی دو سال دوم، سال دوم سوم دانشگاه ما، مهندس سیهون از دانشگاه مستعفی شدند و رفتن، نبودن. ما با هم حقیقتا، من ایشون رو رئیس دانشکده ما بودن، اما به عنوان استاد خودم باشون کار نکردم. اما بعدها با هم دوست شدیم. بعدها با هم، نه در اینجا، من بعدها در خود ایران مهندس سیهون رو به عنوان حقیقتا یک دوست و یک هنرمند واقعی بهایی شناختم ایشون رو، چون که با من خیلی نزدیک بودن و من اتفاقا روزی هفته یه دفعه میرفتم منزل ایشون، با هم صبحانه میخوردیم. وقتی که از دیگه ایشون از کار بازنشسته شدن، رفته بودن و فوق العاده محبت میکردن با هم، و من ایشون رو حقیقتا اون روح خدمت رو، خدمت به بشریت رو در ایشون دیدم. و بعد ایشون محبت کردن، کتابی رو که من نوشته بودم به نام سالهای سبز نقاشی کردن آقای مهندس سیهون، تمام طرحهای ایشون دادن و بعد هم روی پروژه هایی که من میساختم، در این پروژه باغهای کوه کرمل و اینها که میساختم، ایشون یه کتابی طرح کردن به نام زمزمه سنگ ها که اون خیلی کتاب زیبایی است و این کتاب رو تمام این کتاب رو چاپ، قطع خیلی بزرگ چاپ شده بود و به قیمت خیلی بالا فروخته می شد به کسانی که بودن. و این حقیقتا گفته بود، ایشون می گفتن که من بخوام این درآمد این کتاب به این ساختمان این باغ‌ها و این پروژه شما برسه. زلده. و این بود که تمام اون پروژه، این که من خیلی خوب ایشونو می شناختم و با هم دوست بودیم. حالا پای ادبیات و هنر در میانه، موسیقی در میانه، کسی کار به مذهب دیگران نداره. آدم موسیقی بتهوون رو گوش میکنه چه کار داره؟ مسیحیه، یهودیه، اصلا چه اهمیت داره شکسپیر؟ چه اهمیت داره مذهبش چیه؟ یا یه آدم بی مذهبی مثل نیچه آثارش آدم میخونه متوجه میشه، متوجه حضور یک نابغه میشه در قلمرو فلسفه، یا میره انبو گروه گروه از مذاهب مختلف میرن لوتوس رو تماشا میکنن، میبینن، تحسین میکنن، کاری ندارن که سازندش چه مذهبی داشته. امروز در تهران سازنده شهیاد آقای حسین امانت بهائیه، ولی اونجا شده محل اجتماعات دولتی حکومت جمهوری اسلامی ایران. مردم هم میرن این اثر رو میبینن، تحسین میکنن، سازندش رو شده سمبل ایران، کسی هم کاری نداره. من نمیدونم چرا وقتی پای مذهب میان میگن این همه اختلاف ایجاد میشه. متاسفانه. خب داریم گفتگو، به من بفرمایید که چطور 26 سال 27 سال سن جرأت کردیم یه توی مملکت دیگه، مملکت غریب، و یه کار به این عظمت رو شروع بکنید؟ بله، من اتفاقا عشق و اینا، عشق دیگه، این خیلی چیز جالب است. این استاد و حقیقتا مشهورترین معمار کانادا آقای آرتور اریکسون که الان فوت کردن ایشون، ولی مثلا سفارت کانادا رو در امریکا کاریشون است، اکثر کارهای مشهور معماری کانادا مالیشون است. ایشون در سالی که این ساختمان ما تمام شد آمدن به هندوستان و من ایشون رو بردم ساختمان نشون دادم و اینا. بعد که برگشتیم توی دفتر با همی چای میخوردیم، به من گفتن که میدونی من فکر میکنم چرا این ساختمان رو تو تونستی بسازی؟ چون اولا توی دفتر ما نوشتن، من جمله ایشون رو دارم، توی کتاب ما نوشته بودن که نوشتند این ساختمان بدون شک دلیل بر این هست که هنوز در این زمان با قدرت روح و خیال می شود معجزه کرد. این نوشتن. بعد به من گفتن میدونی که من فکر می‌کنم چرا تو تونستی این کار رو بکنی؟ گفتن به دلیل اینکه
جوان بودی و تجربه نداشتی، چون اگر تجربه داشتی جرأت نمی‌کردی این کارو بکنی. حقیقت اینطوره، چون ما کاری که اونجا کردیم، شما ببینید الان در آخرین شما در شماره سال آخر ماه آخر سال قبل 2013 مجله American Science پشت جلد مجله این معبد است، با وجودی که 30 سال از این ساختمان گذشته، هنوز امروز یکی از پیچیده ترین و موفق ترین ساختمان های بتن در دنیاست و ما این رو در اون زمان با در مملکت هندوستان بدون هیچ نوع تجربه، واقعا یک چیزی بود. چه تعداد کارگر استخدام کردید؟ در حدود 800 نفر کارگر در اونجا بودن، کارگر محلی بودن، همه کارگر محلی. توی فیلم های قدیمی که میدیدم میدم خیلی خانم ها بودن، زنان هندی، شاید نصف کارگرای ما زن بودن. و نصف مرد، چون در هندوستان زن و مرد با هم کار میکنن، اینا خونه زندگی با هم میان در کارگاه. مردا معمولا در کارهای بیشتر فنی مثل نجاری و این کارها کار میکنن و خانم ها بیشتر، زن ها بیشتر در کار حمل و نقل و منتقل کردن، بیشتر یعنی بدون تخصص کار میکنن. چه زمانی رو خودتون پیش بینی کرده بود برای ساخت این اثر عظیم؟ من ساختمان رو ما دقیقاً زمانش رو چون از سالها قبل قرار بود که حتی سال و روز افتتاح مشخص بود که باید این افتتاح میشد، برنامه‌ریزی ما روی برنامه‌مون درست از اولی که ساختمان شروع شد تا آخر در حدود 8 سال طول کشید. 2 سالش بیشتر عملیات خاکی و معوته سازی بود، 6 سال عملیات ساختمان طول کشید. با چه بودجه‌ای؟ بودجه کل ساختمان بود. ببینید واقعا این اگه من وقتی قیمت رو میگم شما شوکه میشید، برای که در حتی مجله اکونومیست نوشته است که این ساختمان رو به هر ترتیبی نگاه بکنیم باید چندین برابر از این بیشتر میشه. کل مخارج این ساختمان برآورد شده بود 12 میلیون دلار بشه، 10 میلیون دلار شد. اما اصلا 10 میلیون دلار، البته این خیلی ممکنه شما اصلا نباید مقایسه بکنید، چون که واقعا این کار مقدار زیادی از این کار داوطلبانه و به صورت کار شده است. یه مقدار زیادی و ضمناً کارگر در هندوستان، اون کارگرایی که ما کار میکردیم، کارگر با روزی مثلا 2 دلار کار میکنه، نه با شما با قیمت امریکا که ساعتی 35 دلار به کارگر میدن مقایسه نکنید. اینی که اصلا ولی این کار اینطور شده. ولی حقیقتا این بنا اگر به هر نحوی میخواستیم حساب بکنیم باید شاید بیشتر از 20 برابر این رقم. 100% 2 آپارتمان اومده در موناکو به بازار، هر کدام حدود 600 میلیون دلار قیمتشه. 2 آپارتمان نگاه کنید، یه هنرمند بزرگ ایرانی در یک کشور دیگه به مدت اثری رو خلق میکنه با 10 میلیون قیمت یه آپارتمان در همین لس آنجلس. در لس آنجلس الان آپارتمان 35-40 میلیون دلاری داریم، 45 میلیون دلاری یکی از همین نزدیک، اونم الان تو بازار برای پروژه با 10 میلیون دلار. یعنی خیلی جالب. ولی واقعا اینه، شما ملاحظه فهمید که این چه وسعتی داره؟ ببخشید، کل ساختمان در حدود قطر ساختمان 75 متر قطر ساختمان در مرکز است. اگر دایره رو در نظر بگیریم، قطر استخرها رو اگر در نظر بگیریم 150 متره، ارتفاع از محل ورودی تقریبا 40 متره، 40 متر ارتفاعه. ولی مهمترین چیزی که هست، این بنا فقط یه پوسته بتونی است، یعنی تمام برگ‌ها بتن لخت سفید و یک لایه نازک روش مرمر داره. و از این نظر من براتون بگم، مثلا ببینید دو تا یه قطعه میخونم از خطی که یکیشون رو دکتر جان بلاند رئیس دانشکده معماری دانشگاه مکگیل نوشته است که رفته این ساختمان، نوشته: بیگمان این بنا یکی از بی‌نظیرترین ایده های زمان ماست. نمیتوانم بنای دیگری را در ردیف آن به خاطر آورم. بدون تردید سمبولیک و مجسم آسا، به طور خیره کننده عملی و آرامش بخش، ساختاری قهرمانانه و شجاع، ظاهر و طرح و مصالحی ملهم و خیال انگیز. رئیس دانشکده فنی لوزان سوئیس می نویسه، آقای رون والتر می نویسه در نطق خودش در سال 1987 در کنفرانس ورسای در پاریس گفته است که ساختمان های زیبای بتونی در طول تاریخ در عالم ساخته شدند. ساختمان پا
پانتئون در روم و معبد نیلوفری در دهلی با 2000 فاصله زمانی از آن گونند. واقعا حیرت انگیز است که چگونه مردم روم باستان 27 سال قبل از تولد مسیح می توانستند بنای بی‌نظیری چون پانتئون بنا کنند. امید است نسل‌های آینده در بنای زیبای معبد نیلوفری هند که اخیراً در دهلی بنا شده است با همان نظر احترام و تحسین بنگرند و توجه کنند که در این قرن صنعت هنوز زیبایی و تناسب از دست نرفته است. کاملاً چیز اونو بده که در این مدتی که اونجا بود، اولا وقتی خودتون الان میرید به هند و میرید تو این معبد، این همه در سال حالا میلیون ها، هر بار هم هر روز حتما صدها نفر هزارها نفر میرن به دیدن، چه احساسی بهتون دست بود؟ خیلی به نظر من، اولا واقعا من احساس شعف و رستگاری خیلی عجیب. من به شما بگم حقیقتا من اولین روزی که وارد این معبد شدم و دیدم که چندین نفر مسلمان دارن نماز میخونن در اونجا، در حالی که درست در ردیف جلوشون چندین نفر هندو نشستن و دارن به حالت عبادت. واقعا خدا شاهدی که من چنان منقلب شدم که اصلا من که با توجه به اینکه، یعنی حقیقتا فکر کردم ببینید در هیچ جای دنیا سابقه ندارید که شما بتونید هندوها، مسلمانها هندوها رو نجس میدونن و هندوها مسلمانها رو اصلا قابل. شما میدونید در هندوستان الان هم همین رسمه، هر وقت که میخوان یک شلوغی را بندازن کافیه یک دونه مثلا هندوها یک خوک مرده میرن میندازن توی مسجد، فردا خون خون ریزی میشه، یا برعکس سر یک گاوی رو مسلمان ها میبرن و میندازن توی یک معبد هندو، فردا چند صد نفر کشته میشن، زد و خورد و جنگ و نفرت. در حالی که شما میایید تو این ساختمان، این ساختمان الان دقیقاً نزدیک 28 ساله که افتتاح شده و سالی در حدود الان آخرین سال 5.5 میلیون نفر در سال نگاه بازدید کننده داشته و همونطور که شما فرمودید امروز به عنوان در ویکی‌پدیا اگه ملاحظه فرمایید می نویسه پر بازدید کننده در ساختمان دنیا جانب. حتی CNN یه برنامه‌ای داره که میگه اگه فکر می‌کنید پر بازدید کننده ترین ساختمان دنیا تاج محل است اشتباه میکنید، اگر فکر میکنید آیفل تاور است اشتباه میکنید، این معبد نیلوفری در هند است. و این وقتی که شما این رو میبینید و میاد میبینید واقعا منقلب میشید، چون شما میبینید که حقیقتا این دشمنی ها و این نفرت ها وجود خارجی نداره، اینا شما ببینید 28 ساله هندو، مسلمان، زرتشتی، بودایی، یهودی، مسیحی، نماینده پاپ، نماینده و خود دالای لاما شخصا خودش و رهبران حزب، رهبران مذهب جین که برهنه همه جا میرن، اصلا چون این میان در این معبد عکساشون هست که اومدن در این معبد صاحب که میان میشینن و تا به امروز یک دونه یک مرتبه حالت بی احترامی و بی ادبی به هم درگیری نشده، یک بار میشینن و هندوها میشینن و به قرآن گوش میدن و مسلمان ها میشینن و به وداز گوش میدن، گوش میدن و مردم با نهایت احترام میشینن. خیلی ممنون. قربان شما. اجازه گفتگو رو دوباره میکنیم با مهندس فریبرز صحبا، خالق لوتوس یا بنای نیلوفرین در کجا؟ در هندوستان. میگم یه روزی با کشتی ببریم اینو برش داریم ببریم مملکت و سرزمین خودو، یا امیدوارم که توفیق بده به آقای صحبا که بتونه شبیه همین اثر رو در ایران هم ایجاد بکنه. به هر حال اثریست متعلق به ایران، یک میراث ایرانی که این هم جذاب و به اصطلاح باشکوه. تا دیداری دیگر.